درود بر شما دوستان و همراهان باز هم در خدمت شما این با یکی دیگر از کلیپ های آموزشی انگلیسی مثل آب خوردن در این درس میخواییم در مورد عبارت ها و اصطلاحات رایج که معادل بفرمایید فارسی در انگلیسی هستند رو با هم مرور کنیم و با هم یاد بگیریم در نظر داشته باشید دوستان که هر عبارت و هر جمله سه بار برای شما تکرار میشه یک بار به حالت شمرده شمرده و کلمه به کلمه یک بار با سرعت کند و یک بار با سرعت نرمال که شما فرصت کافی برای رونویسی، روخانی و تکرار عبارت ها و اصطلاحات داشته باشید تا بتونید اونها رو به حافظتون بسپارید و اونها رو خوب یاد بگیرید فراموش نکنید که تلفظ و بیان همزمان با این کلیپ و با این درس و ضبط صدای خودتون و مقایسه نحوه بیان و تلفظ خودتون با نحوه بیان در این کلیپ باعث خواهد شد که شما اشتباهات احتمالی در بیان خودتون رو پیدا بکنید و بتونید اونها رو رفع بکنید و اصلاح بکنید پس فراموش نکنید حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و همگام با این کلیپ بیان بکنید و صدای خودتون رو ضبط بکنید و اشتباهات احتمالیتون رو رفع بکنید که باعث بهبود بسیار کشفگیری در سپیکینگ و قوای گفتاریتون بشه بسیار خوب بپردازیم به عبارتها و اصطلاحات رایج که معادل فرمایی در انگلیسی هستند Here you are. Here you are. دوستان این عبارت معادل بفرمایید است که شما وقتی که چیزی رو به کسی میدهید مثلا کاغذ طرف رو بهش میدید مثلا خودکار طرف رو بهش میدید از این عبارت استفاده میکنید بفرمایید تقدیم شما بفرمایید این هاش معادل بفرمایید زمانی که شما بخواید چیزی رو به کسی بدید Here you are Here you are This shirt is for you. Here you are This shirt is for you. Here you are in Piahan Mallishoast. This shirt is for you. Here you are. Help yourself. Help yourself. دوستان این بفرمایید معادله بفرمایید تعارف کردن برای خوردن چیزی وقتی که طرف اومده خونه شما مهمون شماست از این عبارت میتونید استفاده بکنید اگر بخواید به یک نفر اشاره بکنید میتونید بگید help yourself بفرما از خودت پذیرایی کن اگر مخاطبتون چند نفر باشه میتونید help yourselves استفاده بکنید به حالت جمع بفرمایید از خودتون پذیرایی بکنیم پس شد زمانی که اگر بخوایم فردی رو به صرف غذا یا نوشیدنی دعوت کنیم از این عبارت استفاده بکنیم help yourself بفرما از خود پذیرایی کن یا help yourselves بفرمایید از خودتون پذیرایی کنید help yourself help yourself help yourselves Help yourselves. Help yourselves. Help yourselves. Okay, everybody. Dinner is ready. Help yourselves. Okay, everybody. Dinner is ready. Help yourselves. بسیار خوب بر رو بچ همه او دوستان شام آماده است از خودتون پذیرایی بکنید Okay everybody Dinner is ready Help yourselves Have one Have one. دوستان این هم یک عبارت دیگری است برای تعارف کردن وقتی که شما دارید چیزی میخورید طرف مثلا از جلوی شما رد میشه یا دوست شما از جلوی شما رد میشه محل کارتون نشستی دارید چیزی میخورید همکار شما از جلوتون رد میشه اگر چیزی که دارید میخورید قابل شمارش باشه میتونید از هوان استفاده بکنید مثلا سیب دارید میخورید سه تا سیب دارید دوستتون همکارتون از جلوی شما رد میشه میگید هوان یکی بفرما یکی برای شما باشه اگر غیر قابل شمارش باشه مثلا دارید آجیل میخورید میتونید بهش بگید هفت سام یکم بزن یکم بفرما پس توجه داشته باشید وقتی که غیر قابل شمارش باشه از هفت سام استفاده میکنید اگر قابل شمارش باشه از هووان وان Have some. Have some. Have some. Have some salad. Have some salad. یک کم سالاد بفرمایید بفرمایید یک کم سالاد نوش جان کنید Have سام سالاد هو an اورنج Have ان اورنج یه پرتقال بفرما Have an orange After you After you. دوستان این معادل عبارت بفرمایید بعد از شما وقتی که مثلا داره تعارف میکنید البته دقت داشته باشید همچین نوعی از تعارفات در خارج از ایران یا شاید خارج از خاورمیانه وجود نداشته باشه اما به طور کلی اگر قرار باشه از شما فردی جایی بخواین که مثلا تعارف بکنن یا در جمع ایرانی ها طرف با شما انگلیسی صحبت میکنه وقتی که شما رو تعارف میکنه میگه بفرمایید شما میتونید بگید after you", بعد از شما شما اول بفرمایید After you. After you. Take a seat, please, or have a seat, please. Take a seat, please, or have a seat, please. این هم معادل بفرمایید بنشینی در انگلیسی است که میتونید از این عبارت هم بسیار استفاده بکنید که بسیار کاربردی هم هست Take a seat please or have a seat please Be my گست بی مای گست برای اجازه دادن در حالتی که طرف وقتی که از شما اجازه میخواد بگیره که از لوازم شما استفاده بکنه میتونیم از این عبارت ها استفاده بکنیم بی مای گست بفرمایید مهمون من باش بی مای گست go ahead go ahead برای اجازه دادن در حالتی که طرف وقتی که از شما اجازه میخواد بگیره که از لوازم شما استفاده بکنه میتونیم از این عبارت ها استفاده بکنیم go ahead بفرمایید go ahead بسیار خوب دوستان عبارت های کاربردی برای انواع بفرمایید در انگلیسی رو با هم تمرین کردیم و مرور کردیم فراموش نکنید حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید تمرین بکنید و طبق این روش علمی و اصولی تمرین بکنید دوستان متریال و منابع یادگیری بی نهایتن. اما مهم منابع یادگیری نیستند مهم روش درست و اصولی تمرین است که منجر به موفقیت شما بهبود شما و پیشرفت شما خواهد شد فراموش نکنید حتما طبق روشی که دارید مشاهده میکنید رو نویسی بکنید حتما روخانی بکنید و حتما صدای خودتون رو ضبط بکنید و با نحوه بیان در کلیپ درسی که دارید نه تنها این کلیپ بلکه هر کلیپ درسی که دارید مقایسه بکنید و اشتباهات احتمالی که در بیانتون وجود داره و در تلفظتون وجود داره رو رفت بکنید تا باعث پیشرفت و بهبود در بیان و گفتارتون بشید بسیار خوب دوستان سپاسگزاریم از همراهی و حمایت های شما عزیزان منتظر نظرهای سازنده شما در قسمت کامنت هستیم لطفا فراموش نکنید که با اشتراک ویدیوها اونها رو در اختیار دیگران هم قرار بدید تا بتونن استفاده بکنن همچنین فراموش نکنید که برای دریافت درس های بیشتر و درس های آینده کانال انگلیسی به خوردن رو حتما دنبال بکنید و به دیگران هم معرفی بکنید. بی نهایت سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. ایام به کام خوش باشید.